بسم الله الرحمن الرحیم. از نعمت هایی که بسیار عظیم هست، یعنی بعد از اینکه خدا من و شما رو خلق کرد و چه حالا انسان خلق کرد، هیچ نعمتی به عظمت ایمان نمیرسه که انسان مؤمن بشه که وعد الله الذین آمنوا منکم. ما انسان ها مکلفیم و مختار هستیم، یعنی میتونیم ایمان بیاریم میتونیم نیاریم. قبلش جن ها الان هم هستن و فرشته ها، اونا هم سه تا مخلوق مکلف. تو قیامت هم محاکمه مال همین سه مخلوقه که مکلف بودن. بهشت و جهنم هم همین ها میرن، بقیه همه ابزار و اینا هستن. اونا چه این ایمان آوردن خیلی چیز بزرگه. آیه برای پیغمبر نازل شد، چون بحث ایمان توشه میخوام آیه رو بیاریم، میخوام ببرمتون آخر البقره. سه آیه مونده به آخر البقره. خب اون دوتای آیه آخر که آمن الرسول با آیه بعدش، یکی قبلترش لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آیه در واقع 284. آیه آمد که هرچه در آسمان و زمین مال خداست، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. من و شما غیر از کارهایی که انجام میدیم که میبینن مردم، افکار درونی هم داریم که اونو خب کسی نمیبینه، خدا آدم مطلعه. شما تو رخت خواب پلو زنت هم که خوابیدی فکر میکنه، اون نمیدونه شما چه فکر میکنی. فکر داخل نگاه میکنن نمیفهمه. این آیه میفرماد اینه که در انفستونه، یعنی تو دلتونه، اگه آشکار کنید، یعنی عمل کنید یا بگوید یا نه بپوشونید، من محاسبه میکنم در قیامت. یا حاسب کن به الله. آیه اینه. این آدم شغلش دزدیه، شب که خوابیده 40-50 جار و نقشه کشید بره دزدی. خدا میگه من همش رو محاکمه میکنم، با که نرفته فقط فکر کرده. برعکس فردا 40-50 تا کار خیر میخواد بکنه، ولی فعلا فکر داره میکنه، همه رو محاسبه میکنه. اون وقت بعدش در گناه فیغفر لمن یشاء، میگه هر کسو من بخوام میبخشم، و یعذب من یشاء. اما ثوابش رو تو قرآن آیه آمد که ثواب میدن، افکار خوب و ثوابش میدن. در آیه 160 سوره انعام، آیه 160 سوره هم انعام، آیه اومدش که من جاء بالحسنه، هر که کار خوب رو بکنه، جاء به یعنی بکنه، فله عشر امثالها، من 10 برابر اون عمل ثواب بهش میدم. اما من جاء بالسیئه، تو اگه بره فهمون صفحه 150، اگر سیئه رو جاء به انجام بده فقط یه دونه محاکمه میشه. بله اینم صفحه 150 اون وسط صفحه، من جاء لا یجزا الا مثلها و هم لا یزنم. گناه رو اگه فکر کنیم، بعد دستور آمدش که مؤاخذه نمیکنه خدا مگر بکنیم، و اگرم بکنیم یه دونه به فقط، لا یجزا الا مثلها. ثواب رو اگه فکر کنیم همون جا ثواب رو بهمون میدن، اگه به جا بیاریم 10 برابر ثواب میدن. یه مطلب اینا اومده دستورش. اون آیه میگه فکر بد و خوب همه رو من حساب میکنم. پیغمبر اکرم قبل از اینکه این آیه رو بگه که کتاب وحی بنویسن، جمعشون کرد. اول سخنانی کرد، فرمودن که آیه برای من اومده، این آیه بر بنی اسرائیل نازل شده در تورات، لکن از ثقالتش سنگینیش گفتن سمعنا و اصینا، شنیدیم ولی ما گوش نمیکنیم. نگفتن چه آیه ایستا، شما ها چی میخواید بگوید؟ مسلمان ها خب خوش جنسی به خرج دادن، گفتن یا رسول الله خود شما چی میگوید خودتون؟ گفتن خود من میگم سمعنا و اطعنا،
این هم همه شعار دادن که هرچی هست سمعنا و اطعنا. و آیه رو خوند. اولین باری که بعد از این جریان معراج پیغمبر رفت و به مقام قاب و حسین و ادنا هم رفت، اون دوتا آیه بعدش مال معراجه در همین ارتباط. وقتی خداوند شروع کرد سخن رو خلق کردن که پیغمبر بشنوه، اونجا مثل حضرت موسی خدا خلق میکرد صدا رو و میشنید، حرف میزد باز خدا. چون جبرئیل که وحی آوردش تو معراج از آسمان چهارم دیگه بالاتر نرفتش. من خودم از تلویزیون از لبای آقای خمینی شنیدم که داشت معراج میرفت پیغمبر با جبرئیل، آسمان چهارم دیگه بالاتر نرفت، گفت لو دنو تو به قدر انملت لحترخت. من مقامم تا همینجاست، به قدر یه سرانگوش بیام بالا میسوزم. که پیغمبر اونجا تنها رفتش دیگه، وحی چیزی هم نبود، یعنی جبرئیلی در کار، خدا صدا رو خلق کرد باش حرف زد. این مقام قاب قوسین او ادنا که در سوره و نجمه کلمش اونجا هستش. سوره مبارکه النجم، میخوام چیزی لطافتی توش هست اونو عرض کنم. بله همینطوره، 526 میفرماد و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. ببینید خداوند همه جا هستش، همه جا. یه روز حضرت موسی گفت خدایا بعضی جاها من روم نمیشه اسم تو رو ببرم. گفت کجا؟ گفت سر تو والد که نشست. فرمان موسی من خودم پلوتم، تو اسمم من رد نمیشه. خدا همه جا هست. اتوان سر تو والد خوبه، چون هم کاری هم نداره، اونم که در انجام بگیریم. میگن نادرشاه نقشه جنگش رو سر تو والد میکشیم. میگن چون بیشترم یوبس بوده طول میکشیدیم. حرف بزن با خدا باش، همه جا خدا هست. این که قاب قوسین خدا میگه، این مثال داره میزنه، میگن تشبیه معقول به محسوسه. اگه فرض محال خدا که همه جا هست، اگه فرض کنیم خدا درباری داشت که نداره، همه جا هست، و تو اون دربارش رو تخت شاهی نشسته بود مثل شاه ها، خب همه رو که پلو شاره را نمیدهن، بعضی را نمیدهن، بعضی که را میدن یه موازه من اینجا واس اونجا واس. اگه هی ببرن نزدیک نزدیک معلومه این مقربه به این شاه، اینقدر هم جلو نمیبرن که دماغشون به هم بخوره، که این خود با فاصله وامیسن. قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین یعنی اون تیرا قوس، اون تیرا کمونه که باش تیر میزدن، این قابشون میگن تقریبا یه متر بوده، فاصله دو متر یا یک متر و نیم. اینجا دیگه خدا رو نگه داشتن، اینجا بهترین محله، نزدیکتر دیگه بیادبیه، دورترم بعده. یعنی پیغمبر به آخرین مقام قرب رسید، دیگه از اون بیشتر تقربی وجود خارجی نداره. اینو میخواد خدا بگه کامن قاب قوسعون ادعدنا. اینجا خدا صدا رو خلق کرد باش حرف زد. اوها الى عبده ما اوها، وحی که شروع شدش خدا فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. آخه این آیه که اومدش، اون آیه لله ما فی السماوات، پیغمبر ایمان آورد بهش، به مؤمنین هم چی کرد که من گفتم سمعنا و اطعنا، اونام گفتند و گفتند حالا آیه رو بخون. ایمان آوردن پیغمبر رو خداوند مطرح کرد، آمن الرسول، بله ایمان. پیغمبر هر چی براش نازل میشد خودش ایمان می آورد. تو قرآنش هستش که به مردم بگو قل انی امرت ان اکون اول المؤمنین، بگو من مأمورم اول مؤمن خودم باشم. باز دستور آمد که تو قرآن که بگو قل انی امرت ان اکون اول المسلمین، مسلمین عمل کن. ایمان تو قلب، اسلام تو اونجا، قرآن این عمل، من اول عمل کنم به دستورم. همه رو ایمان می آورد، اما ایمان اینقدر مهمه که خدا مطرح کرد آمد الرسول به ما انزل.
در سوره مجادله که سوره 58 قرآنه، اینم 50 اینم 8 الان بیارم اون آیه که حالا میخوام براتون بخونم. قرآن میفرماد که صفحه 543، دو سه خط به آخر صفحه 543 که آخر آیه 11 زده، 543 11 وسطای آیه میفرماد یرفع الله الذین آمنوا منکم، کسانی از شما که ایمان بیارن خدا بالاشون میبره، رفعت بهشون میده. توی سخنرانی آیه خمینی فرمودن که صعود انسان در درگاه الهی تقربش صفره، ایمان شروع میشه با بالا رفتن، یعنی استارتش با ایمان زده میشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم، کسی که ایمان نداره که عدو الله، بغض الکافرین، خدا کفار رو خار میکنه، عدو للکافرین. ایمان که بیاریم حالا دوستش داره خدا، الله ولی الذین آمنوا، و خدا مؤمن و دوست داره، اصلا ایمان شروع میشه به تقرب درگاه الهی. یرفع الله الذین آمنوا منکم. ایمان یعنی چه؟ یعنی ایمان به خدا یکتا هست و یکی هست، ایمان به پیغمبر اکرم، ایمان به انبیا، اینا که مقوله ایمانی که اصول دین بهش میگن. این اول رشد انسان. ایمان امام ششم فرمود 10 درجه داره که سلمان به همه درجاتش فائز شد، رسید در درجه 10، ولی ابوذر 1 درجه رو نرسید و مرد، درجه 9. مقداد در درجه 8 رسید و رفت. اینا انقدر بالا مقام هستند، 2-3 تا که هستن پیغمبر فرمود بهشت، خود همه شیفته بهشتن، بهشت شیفته 4 نفره، علی و سلمان و ابوذر و مقداد، علی از همشون بیشتر، اینقدر مقام داشتن. اون وقت مقداد امروز درجه 8. یک کاری بکنیم، ایمان رو باید زیادش کنیم، بالا ببریم، زیادش بکنیم. بله، بله، همه که خدا رو قبول داره و شک نداره قبول شد، مؤمن. اما ایمان، اون باور، چقدر باوره؟ من اگه به خدا ایمان بیارم و واقعا همه کاری خودم و خدا بدونم، کارام و دست خدا بدونم و و، اصلا فهم کنه اعمالم، اصلا همه چی عوض میشه، هی عوض میشه، هی عوض میشه. حضرت علی به ابوذر فرمود، اینکه عثمان پولا رو میده به قوم خشاش، مالوت کنز میکنه، طلا و نقره رو به کسی نمیده، سر همین هم کشتنش، کاری نداشت، باش در نیافت، نتونست خودشو نگه داره، مال همون 1 درجه کمیه ایمان میخواست کنترل، نتونست در افتاد و تبعید شده. اینا ببینید اینجا، خب سلمان هم اونجا بود ولی در نیافتاد. ایمان همین است که بکنیم، خود خودداری هم ایمان میخواد، نکن خب نکن، یه چه خبر هاییست. ایمان زیاد با. خود این که ایمان اصلا حضور داشته باشه در اشخاص خیلی توصیه کردن. یه روز امام ششم فرمودن که المؤمن المؤمن مؤمن مؤمنتا اعز من المؤمن، زنای مؤمنه کمترند از مردهای مؤمن، رو هم رفته مردا رو کل تعدادشون، مؤمناشون از زنای مؤمنه کمتر بیشتر. بعد فرمودن ول مؤمنو اعز من الکبریت الاحمر، مؤمن از گوگرد قرمز نایابتره. بعد به اون راوی فرمودن و هر رأیت الکبریت الاحمر، اصلا تو عمرت گوگرد قرمز دیدی؟ یعنی ممکن اصلا مؤمن ما نبینیم، انقدر اهمیت هنده، حساب کنه روش ها اونجوری. بعدم ایمان رو باید بیاریم، خودش نمیشه. الان حضرت علی اگه بیاد اینجا بشینه 1000 سال تا وضو نگرفته وضو نداره، وضو رو باید بگیره. حضرت علی بودن فایده نداره، باید وضو بگیره، ایمان رو باید بیاره طرف، خودش اتوماتیک ایجاد نمیشه. پیغمبرم چون ایمان آورد، خدا میگه آمن الرسول، اخبار کرده ایمانش، باید بیاریم ایمان. اولا خدا خودش رو به همه معرفی میکنه، به همه.
باید ایمان بیاریم بهش، ایمان بیاریم بپذیریم، قبول کنیم هست و یکی هست و باور کنیم. آخه باور کار دست آدم میده. یقینا اگه من و شما که اینجا نشستیم یقین کنیم دو دقیقه دیگه زلزله مثلا 5 ریشتر میشه، هممون از این ساختمان خارج میشیم. یقین کار دست آدم میده. شاید بیاد و شاید نیاد و میگن دو ولش کن بلخون. ایمان کار دست آدم، ایمان بیاره انسان عمل کنه به وفقش. من خدای شاهد و ناظر و حاضر ببینم با همه قدرت چی چی اثر میذاره رو من. علم داشته باید، ایمان دیگه، مگه ایمانی نباشه؟ به امام زین العابدین گفتش که آقا من به بعضی گناه ها عادت کردم، نمیتونم ترک کنم، چیکار کنم؟ فرمود حالا یه راهی نشوندت میدم، رعایت کن اینا رو که میگم، بعد هر گناهی میخواد بکن. تو دلش خوشحال شد، گفت بابا راه داشت، ما همه ناراحتیم، برای راهش نشون میده. آقا فرمود میخوای گناه کنی برو یه جا خدا نبیندت. گوه خب من هر جا باشم میبینه. فرمود اینقدر جسور و پررو هستی که جلو چشمای خدا میخوای باش مخالفت کنی مطالب میکنه به هم. خدا منتقمه، مقتدره، متکبره، خدا مقدر بکنه. این فهمید راه ها چجوری است. تا تهش خوب گفت راه دوم اینه که روزی خدا رو نخور. گفت خب چی بخوریم؟ گفت تو با روزی که خدا خوردی جون گرفتی میخوای بر علیهش اقدام کنی. سوم اینه که از مملکتش برو بیرون. گفت هر جا بری مملکت خداست. گفت پس تو میدونی از مملکتش نمیتونی خارج بشی. به قول دعای کمیل لا یمکن الفرار من حکومته، هر جا بریم تو حاکم. چهارم این که یه کاری کن ما قبض روح نشیم، چون تو دنیا حالا کاری ندارن. مثلا این رئیس جمهور آمریکا خیلی آدم بدی است، ولی خب نه که سرش درد بکنه پاش چی بود، حالا تا زنده همه هم دارن. بعد مرگ شروع میشه عذاب و اینا. گفت یه کاری کن قبض روح نشه چون وقت عذاب شد. در رو فرار کن اسرائیل گیرد نیاره. یه پیرزن قد خمیده بود داشت تو کوچه میرفت، یعنی فرمی گفت دیهر به در اسرائیل دنبال این میگرده. نه اسرائیل دنبال کسی نمیگرده، صاف آدرس رو داره میگرده. یه کسی میگفت خیلی کار خداست که اسرائیل رو نمیبینن مردم. اگر نه یه من تو خیامون جیه کشیدن اسرائیل اومد توی محله رفت توی این کوچه چیکی رو میخواد قبض رو کنه فرار جیه بلا. تو کلیل دمنه نوشته بود، کلیل دمنه سابقات مدرسه ها میخوندن، البته شوخیه نوشته بود. یه خانمی جوانش مریض بود و داشت گریه میکرد شدید و که نمیره، خیلی حالش بد بود. داشت میگفت خدا من بمیرم جاش. این اتاق بغلی طویله بود، من تو ده اینا دیدم. بعض وقتا گاوا سر میکنن تو دیگ چیزی بخورن میان، ما دیگه با سرشون پا میشه. من دیدم یه دفعه وحشت هم میکنن، ما بالا پایین میپرن میترسن مگه دیگه بیفته. اصلا دیدم یک گاوی که دیگه شد و داشت بالا پایین میپرید. یک گاوی تو طویله سرش تو دیگ گیر کرد، این همچه که بالا میپرید اومد تو اتاق. این فکر کرد اسرائیل اومده، فرار کرد، میگفت مریض اونه، مریض اونه. من آقا داشت میگفت من بمیرم، حالا که دید اسرائیل اومده میگفت مریض اونه. حالا یه از شوخی هم بتنه. خب برگردیم این کار کنیم نمیریم. با آقا هر جا بریم قرآن میفرماد بلا کنتم فی بروج مشیده، هر جا بری که اسرائیل پیدات میکنه. گفت عجب تو پس میدونی دستگیر میشی. گفت آخرین سفارش من امام زین العابدین فرمود قیامت ملائکه عذاب میکنن، ملائکه تو غلاظ و شداد، هم بد اخلاقن هم قوی هن. همچین دست رو میگرن میبرن پشت که استخون جلاق سینه میشکنه، نه نزدیک بشکنه، میشکنه، اینجور قوی. گفت خب من حریف اونا که نمیشم. گفت پس تو حریف من برو عذابام نمیشی، برای چی گناه میکنی؟ ببینی ایمان نمیذاره انسان تخلف کنی. اینو گفتم. حالا بیم سراغ آیه که برام بود اصلا تفسیر کنیم، سوره نور. بله نه داریم، اصلا ممکنه یاران امام اعظم امامشون ده باشه داریم. نه بله مطمئن کم اینا رو میگن. اصلا به ما گفتن برید ایمانتون درجه ده بکنید، برید بالا، عیب کار کن. چیزایی که ایمان زیاد میکنه خود قرآن میگه، یکی قرآن میخونند گوش کنیم یا خودمون با دقت گوش کنیم.
قرآن گفته این کار ایمان زیاد میکنه. سوره انفال این را که ایمان زیاد میکنه. بله گفتن که یه نفر سفارش کرده و مثل دوای یه غذای بیار که مثلا من قوه چی زیاد بشه. حالا من اینا که ایمان زیاد میکنه براتون میگم. اینجا در سوره انفال هم اوائل سوره هستش، خدا میفرماد که صفحه 177 آیه شماره 1 شماره زده، بعد شماره 2 میفرماد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان اینایی هستن که وقتی خدا یاد میشه قلبشون خائف میشه، مثلا اسم انتقام الهی میره میترسن، اسم رحمت خدا میاد دل میبندن، وجلت دگرگون میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات قرآن خونده میشه بر مؤمنین ایمانشون زیاد میشه. هرچی قرآن گوش کنیم توجه کنیم یا خودمون با توجه بخونیم ایمانمون زیاد میشه. و اول کارهایی که ایمان زیاد میکنیم مثلا از خدا بخوایم ایمان زیاد بکنیم. حالا اگر حالا این آیهی که آوردن من تفسیر کنم، بله این در سوره نور این اگره میفرماد وعد الله الذین آمنوا منکم، اگه شما مؤمن باشی وعده داده خدا بهت، و خدا از کسانی است که لن یخلف الله وعده، هرگز خلاف نمیکنه، وعده بده میکنه. چه وعده داده؟ البته عمل و صالحات هم باشی، ایمان عملم بکنی. ایمان و عمل صالح به هم گره خوردن، لازم و ملزوم همن. اگه راست راستی کسی ایمان بیاره عمل صالح میکنه، یعنی احکام شرع رو اجرا میکنه. و گفتن کسی که میبینید اعمالش احکام شرع رو اجرا میکنه این دلیل ایمانه، اون که ریا میکنه احکام شرع اجرا نمیکنه، داره کار دیگه میکنه، احکام شرع اجرا میکنه، اون دلیل ایمان. کسی که ایمان بیاره و عمل صالح بکنه قول داده بده خدا بهش که من این حکومت امام زمان رو میگه تمام شما مؤمنین و حکومت کل زمین رو میدم دست شما، خدا گفته من میکنم، نه اینکه شما میرید جنگ میکنید میگیرید اون سر جاش، من این کارو میکنم. گفته که لا یستخلفن نام فلرز. حالا میخوام یه آیه از سوره نمل براتون بیارم، اونم ببینید چه خبره. سوره نمل یه جا از صفحه 382 سه چهار خط که بیام پایین خط پنجم یه مطالبی شروع میشه، آخر خط پنجم یعنی وسطاش آیه زده 59 خدا میگه الله خیر اما یشکون الله. یه کسی شوخی میکرد میگفت تو قرآن ترکی میگه الله، نه این اعلاهه، الله خونده میشه الله خیرون اما یشکون. خدا با مشرکا داره حرف میزنه، میگه من خدا بهترم، بیا این بتا رو شریک من میکنید. بعد یه حرفای خدا زده، امن خلق السماوات والارض، کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده، انزل لکم من السماء ماء، این آب را از آسمان میفرسته، انبتنا بهی حدائق ذات بهجه، این همه باغ و بوستان و گلستان و این همه خوشنما براتون میرویانه. انبتنا ما کان لکم انتم به تو شجرها، خود شما هم نمیتونید، این بوت هم که نمیتونند، آخه چرا اینا رو شریک من میدونید؟ اینا که کاری نمیکنند. اله مع الله بل هم قوم یعدلون، شما خیلی بی ناحق حرف میزنید. امن جعل الارض قرارا، کسی که زمین رو جوری کرده که آرامش داره، و جعل خلالها انهارا، نهرها رو از لای کوها براتون بیاره، جعل لها رواسی، کوها رو مثل میخ دور زمین کوبیده، جعل بین البحرین حاجزا، بین دریای شور و شیرین آب حاجز شده. بوتا این کارا رو میکنند، اله مع الله بل اکثرهم لا یعلمون. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آیا کسی که مضطر رو جواب میده وقتی بخوانه او رو و سوءش رو برمیداره؟ تو این دعوای چیزی هم گیر ما اومدش. شما میبینید که مثلا یک کسی مثل حضرت علی، میخوام مثال درست کنم، این با زنش دعوا شده، مثال میدونیم راست میگه درست میگه هرچی بگه صحیح، داره به زنش میگه که من دیدی تا حالا کسی بیاد چیزی از من بخواد ندم؟ میگه
حالا زود دعوا داره میگه، میگه دعوا تموم شد اول نفر منم، آقا الان که 5 میلیون بده چند خیلی لنگم، خودت گفتی الان. یا خدا بند آب داد من یا جیب خدایی که مزدر، کسی که ناچاره وقتی او رو میخونه سوهش رو کشف میکنه، دعاش رو مستجاب میکنه. نگفت مؤمن ها، هر که مستره، یه زن فاحشه، یکی اصلا شغلش فاحشه، یه جا مزدر میشه به خدا راستی پناه میبره. خدا میگه من هم حرفش رو گوش میکنم هم خواستش رو برمیبرم. قول عمومیست، یا لواتکار یا امام زمان یا هر کی، نگفته کی، فقط مزدر باشه. اینجوری خدا خب مستر میشیم، چرا مستر نشیم؟ مستر میشیم. امام عصر میخوان ظهور کنند، از کعبه که میان بیرون وامیسن هم حجر الاسود کجاست اونجا رو به در خانه، ما یه فاصله مثلا یکی 2 متری دیوار، به شدت گریه میکنه و میگه میفهمد قرآن میخونه، میگه من یجیب المستر اذا دعاه، خدایا من همون مستر قرآنتم، میخوام دنیا رو درست بکنم، جز تو هیچ کس رو ندارم. اون وقت اجازه میده خروج بکنه این مستر. یعنی وقتی فقط کار دست خدا بذار، یه وقتی که خیلی عرصه بهتون تنگ میشه واقعا باورتون اینه که فقط خدا به دار برسه، بگو دعا کن الان. کافرم بشی خدا دعا مستجاب میکنه، شمرم باشی مستجاب میکنه. اینجا دیگه صحبت خوب و بد نیست، مستر رو خدا جواب میده. اما من یجیب المستر، خوبه استفاده میکنه. اینم که میگن اما یجیب بخونید، اما یجیب قرآنه که انا میخواد یاد ما بیاره، یعنی مستر باش تا خدا دعا تو بده. دوستی داریم میگفتش که شوخی، میگفتش که اگه پول بذاری رو مرده، پول پا میشه دو زانو میشینه، اما یجیب میخونه. شوخی داریم دو زانو هم میشه. حالا شوخی، حالا برگردیم. این تیکه را من منظورم نبود، تیکه بعدیش و یجعلکم خلفاء الارض، اونی که حکومت زمین رو دست شما میده. اله مع الله، این بوتا این کارا رو میکنن، قلیلا ما تذکر. پیغمبر این آیات نازل شده بود، داشت قرائت میکرد، کتاب مینوشتن. این نفری که بغل حضرت علی نشسته بود، حضرت علی هم داشت مینوشت. تا آقا آیه رو خوند که یجعلکم خلفاء الارض، یعنی حکومت زمین رو بهتون خدا میده، یجعل فاعلش یکیستا، من حضرت علی یه هم مثل مرغی که تو آب بیفته تخیص بشه، چطور یه پن میشه تخیص که بشن پالاش رو پن میکنم چین که آبا بره، یه دید ولو شد حضرت علی، گفت چی شد آقا؟ فرمود خدا میگه حکومت بهتون میدیم، رو به هم دیگه شمشیر میکشیم. الان نگاه نکن تو مکه 4 تا مؤمن صبح تا شب به هم دیگه میرسیم و رفیق و شفیق و همه چی، یه سفره و یه جیبیم. حکومت پیدا بشه رو به هم شمشیر میکشیم. آقا برای همه یه حکومت میخواد به اون بده، خودمون رو به هم شمشیر میکشیم. حکومت اینجوریست ها، خلاص جای پول و قدرت و دو اختلاف هاش مال همین چیز هاش. ولی تا آقو فرمود یجعلکم خلفاء الارض، و هستلی فرمود برای کشیدن دیگه، حکومت دستشون افتاد. طلحه و زبیر با علی جنگ کردن، عایشه با علی جنگ کرده، معاویه با علی جنگ کرده، خوارج اومدن و شروع شده بین خودشون را قیقان، با کفار جنگ، با خودشون هم جنگ شد. آقا فرمود رو به هم شمشیر میکشه. بله نکنید، ببینید از یه جه دیگه خیال راحته. گفتن که یه چیزی اول شوخی بکنم، گفتن که گوشت آویزون بود، خیلی گوشت نابی بود، چند بار گربه پرید نتونست بگیرنش، دید نمیشه، گفت اصلا بو میده بیا بریم. بله ما که نمیخوایم، چون آخر نمیشه بگیده، اگر خدا بده که باید بگیریم، چون خدا خوب به پیغمبر حکومت داد، خوب گرفت اومد داد ده تکلیف، ولی بدونم خطراش ایناست. و حالا اینجا خدا میفرماد این مؤمنینی که عمل صالح میکنن، نه اینا سالمن دیگه، من حکومت بهشون میدم. خب میگم اینجوری هم هستش، یجعلکم خلفاء الارض، سوره نور که میافتن. پس یه وعده اینجا خدا داره میده به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، میگه حکومت زمین رو بهتون میدم. لیستخلفنهم فی الارض، بله یه زمانی میشه امام زمان ظهور میکنه، 2 سال هم طول میکشه بعد ظهور، کل کره زمین در اختیار واقع میشه. ولی این 2 سال خیلی زحمت میکشن و خیلی خیلی قضا رو را نیم را میخورن، چه فلان خیلی تو میگیرن زمینو.
دو سال گرفتاری. و وقت حالا که زمین در اختیار ایناست، کم استخلف الذین من قبله، میگه یادتون موسی و هارون چقدر فرعون سعی کرد موسی رو بکشه، بچه ها رو میکشی، آخرش فرعون رو غرق کردن، به مقدار حکومت زدن به موسی، البته یه مقطعی بودش. این وعده حالا کلیه در جهان، در عرض، مال موسی در یه منطقه بودش، ولی داد حکومت، خب حکومت دستشون افتاد. مثلا داوود نبی حکومت هم میکرد، حکومت اسلامی هم بود، منتها نه کل زمین. میگن تا حالا دو تا مؤمن همه زمین رو گرفتن، تا حالا یکی ذوالقرنین بود، خدا حکومت زمین رو بهش داد، یکی هم سلیمان. دو تا هم کافر تا حالا کل زمین رو مالک شدن، یکی نمرود بود، یکی هم بخت النصر، اونم کل زمین رو گرفت. این مال اینه کل زمین الارض امام زمان. کما استخلف الذين من قبله ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اون دینی که خدا پسند کرده. وقتی آیه اومد در برگشتن از حج، پیغمبر داشت می اومدش، آیه اومدش که یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اینه که من به نازل کردم ابلاغ کن و به فعلیت در بیار، و الام تفعل و الله یعصم و کمن الناس. پیغمبر از همین میترسید، چون تصمیم گرفتند اگه علی رو بخواد نصف کنه جلو مردم، تیکه تیکش کن، خدا هم دورو بریا و حریف هم نمیشد. خدا قول داد، گفت من برای اینکه بفهمیم میگم، من از آسمون میام پایین، تو محمد بغلت میکنم، نمیذارم کسی کارت بکنه. دیگه خیالش راحت شد، والله یعصمو، که خود الله، نه علی و مؤمنین و خودت، خدا یعصمو. واسه دیگه نرفت. بعد جمع شدن که اون خطبه قدیر خوند و هرستری رو نصف کرد. هرستری رو که نصف کرد، این اوائل مائده چند تا آیه اون وقت نازل شد، میخونم براتون. سوره مائده الان باز شدش، بله، حالا تا اون آیاتی که نظرم. آیه اومدش در صفحه 107 قرآن بعد از نسب علی. آیه اومد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما مایوس شد. یعنی وقتی رهبر علی و اولاد علی باشند و چه، نه کافر دیگه حریف نیست. فلا تخشوهم، از حالا به بعد دیگه از کفار نترسید، اما من بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون کامل شد. یعنی تا دیروز و اینا نبود، کامل نبود. و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمت رو به شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، تا یه لحظه قبل از نسب علی من به هیچ وجه راضی نبودم اسلام دین باشه، الان راضی شدم اسلام دین باشه که علی جلوی. آخه این آیه نمیگه دینی که خدا ارتضا لهم، دینی رو ارتضا لهم که ائمه جلو باشن، اینجا میگه الیوم. الیوم یه بند خدای بود از این کارهای لاستیک و اینا را انداخته بود، حجم بزرگ کارخونه، داشت تعریف میکرد برای من. من از جلسه برمیگردم، گفتش که یکی از شرکای ما آخونده، من دل دل میکنم و اینا، و تو چرا، چیه اینا؟ گفت بابا اینا مثل میرزای شیرازی هم میگن الیوم و ما دیگه حریف رو نمیشه. آخه میرزای شیرازی تنباکو رو که ناصر انشا قرار شو با انگلیس ها بست، خیلی نصیحت کرد، خیلی نامه نوشت، خیلی آمد و رفت که این کار ضرر داره، گوش نکرد. یهو حکم کرد الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه، که حریفم نشد آخرش، این مملکت به هم ریخت و ناصر انشا ناچارش رو لغو کنه. گفت بابا اینا یهو میگن الیوم و خریفه بز به یک دیگه شریک بشه، خیلی میگن این الیوم داره. در سنه 400 هجری یک کسی رفت بصره، یه حوزه علمیه بود، مال سنیا بود، البته این یهودی بودش، دانشمندم بود، جمعشون کرد، گفت یه روزی رو قرآن شما روش تکیه کرده که خیلی روز مهمیه، هم میگه الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اگه ما در تورات یه همچین روزی داشتیم، جشن میگرفتیم هر سال. مل اونای سگا از دشمنی با علی و اینا، سگاشون مثل سگ سرشون با یکی نه،
چرا الانم قدیر بزرگترین عید ماست؟ هیچ عیدی مثل قدیر نیست، هیچ عیدی ارزشش مثل قدیر نیست. یهودیه گفت آخه یه همچین روز به این مهمی رو جشن بگیرید که الیوم یا اصل لذین کفرو الیوم. بله ببینید این قدیر همچه اهمیتی داره. این دینی که گفت خدا راضی هم دینیست که معلومه ائمه باید جلوش باشه. این دین اون دین رو بزنم اجرا بکنم. ترس بوده دیگه، الان همش ترسه. ترس هم شاید همچون الان هم همین مقدار ایران داره اسلام عمل میکنه، خب کفار همه نراحت هم دیگه ها ترس. ولی نه، همه رب میبرم، هیچ ترسی دیگه نداری. یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. وقتی اون زمان آمد یعبدوننی، دیگه منو بپرستید و شریکی برا من نگیرید. خب این شریک نگیرید که کسی اون زمان که دیگه نمید بت بپرسته، این شرک خفی رو خدا میگه. ما گرفتاریامون شرک خفیه. من 100% خدا رو رازق نمیدونم. اینه که دروغ میگم برای پول در آوردن، تملق میگم، چه اون که 100% رازق میدونه دروغ باشه به امید خدا تملق بکنه. ارسطویی فرمودن تملق رو خدا از مؤمن دوست نداره، فقط در تحصیل علم دوست داره. اگه پلو عالمی رفتی دیدی تملق و نگو یادت نمیدن بکن، علم میارز ولی برای چیز دیگه. ولی خب ببینید این حالت رو ببینید چطور تایید میکنه. من بعد خوف دیگه امنیت اونجا هست، دین هستش. اینه که شرک خفی رو میگم، باید ما با شرک خفی مبارزه کنیم. گفتم یه دفعه براتون اگه یادتون بود عاشق عباس قمی، خب واقعا مرد موفقی بوده عاشق عباس، هم صاحب مفاتیح و فلان. این ایشون رفتم نجف ساکن شد و نجف هم از دنیا رفت و قبرش هم نزدیک قبر هست دلی من جاش بده. یه سالی نم سال چند بزار به عجله جمعیت بودیم خدمت ایمانی اونجا بودیم، اونجا رفتیم هم نجف. بنا بودی ساعتی همه زیارتمون تموم میشه بیایم کم دم کفش داری واسیم که یهو بریم هتل. مثل که بچه گوش به هر کن من بودم، سر وقت اومدم دم هیچ کس نیمده واسیدیم. همونجا که واسده بودم اون بنده خدا که در ورودی حرم امیرالمومنین واسده بود، آدم درستی هم بود، خادم بود، داشت بلند بلند برای یکی میگفت. خب منم نزدیک بودم میشنیدم. گفت این زمینا رو پایین پال قبرستون های مقدار میگذره زمین پالا پایین بالا میره، قبرها فروکش میکنه بعضی ها بعد میدارن صاف میکنن سنگ میکنن کرده بودن دادید. گفت این راست داشتیم صاف میکردیم که دوباره سنگ کنیم صاف بشه، یهو قبر این عاشق عباس قمی با استادش مرحوم نوری یهو پیدا شد جنازه ها. اون زمان 60 سال از دفنشون گذشته بوده. اون روز که این تعریف رو میکرد گوه این دوتا پیر من روز که الان پلو هم خوابونده تازه تازه. گوه خیلی تعجب کنه جمع شدیم. گوه حالا خوب آخرش خوب پوشوندیم رو قبل. بله من اتفاقا قبل از اینکه این آقا این تعریف رو بکنه آمدم دیدم این آقایون دیر کردن اونجا که من واسه دونتا قبل هاشه خز باست مثلا 20 قدم بود بلدم کجاست. گفت بگه حالا زیارتی بکنیم قبر رو. آمدم دیدم که این سنگار صاف کردن، نرده گذاشتن نرن روش حالتا صف بشه. یه پلیسی هم اونجا بودش. من پشت نرده ها قبر رو نگام کردم هم دستوره. پلیس فهمید من میخوام سر قبر برم. اشاره کرد بیا اینه دیگه خوش شده. رفتیم سر قبر. بعد اومدم این تعریف رو کرد. ببینید خدا میخواد عظمتشون رو نشون بده، ازشون تشکر کنه ما هم بشناسیم. بعد از 60 سال جنازه ها پیدا میشه تازه ایزاش. بله یه همچه خبری که منم بشنفم. اون باید گفت خودمون داشت برمون تعریف میکرد گفت برای اینجا جنازه ها پیدا شد. بله اومد همین عاشق عباس نجف که بودش دیگه پیر مرد بوده که اونجا مرحوم شدش، بهش گفته بودن شما یه مسجدیست بیا امامت کن. میامده خب همه جماعت میرفت. یه روز ماه رمضان بود، 21 ماه رمضان که شهادت ارسطویی شلوغ همه جا، تهران هم شلوغ 21 هم تعطیل هم شلوغ. آمد نماز دید اینقدر جمعیت اومده برای نماز، مثل نماز ظهر عصر بوده که تا تو خیابونم واسادند و یه جوری دیدن عاشق عباس داره میاد پاشدند و صلوات ایشون از تو مردم رفت تو حیات، داشت میرفت تو شبستون دیدن وسط حیات واساد داره فکر میکنه. یه مقدار فکر کرد برگشت رفت.
دیگه هم نیمد تا آخر عمرش. چی شد عاشق عباس؟ چرا؟ گفت من امروز اومدم دیدم خیلی جمعیت اومده، خوشحال شدم. توی حیات از خودم پرسیدم عاشق عباس چون پشت سر تو اومدن خوشحال شدی یا از اینکه مردم زیاد نماز میخونن؟ گفت اگه پای خودم وسط نبود، اگه این جمعیت رو هر مسجدی میدیدم بعد خوشحال میشدم. دیدم نه، نمیشه سر خدا کلا بذارم، اینجور خوشحالی پای خودم وسطه. گفت این شرک خفی اسمش. برگرد گفت من میرم نماز رو خونه به کمرم میزنم، من نمیخوام عمل نگه مشرکانه بکنم، برم. بعد مواظب باشه، فقط خدا، چیزی غیر خدا داخل نشه. شما میخوای بیا جلسه باس، اگه خدا میگه برو برو، اگه نه برگرد برو. خدا چون آدم میفهمه الان کی میگه. بله ببینید یه همچین داستان شرک خفی رو باید باز اونجا میگه عبادون هایی لاروش رکونه بی شیا دیگه تو اون حکومت دیگه شریک شرک خفی هم نداشته باشه. و من کفر بعد ذالک شرک کفره ها، کسی که بعد از این دیگه فاسق راست و صیفا اولاکه هم الفاسق. خدا انشالله اون حکومت رو برسونه، خدا امام زمان رو هرچه زودتر ظهور بده، خدا این وعده رو انشالله عملی کنه. اللهم صل علی محمد و